منابع محلی در استان غور در غرب افغانستان میگویند که در سال جاری خورشیدی سوء تغذیه جان ده‌ها کودک را گرفته و صدها تن دیگر را با خطر مرگ روبرو کرده است. خانواده های کودکان مبتلا به سوء تغذیه هم میگویند که فقر، گرسنگی و بیکاری باعث شده که آنان نتوانند غذای مناسبی برای فرزندانشان تهیه کنند. به گفته آنان، کودکانشان در نتیجه فقر به سوء تغذیه مبتلا شده و در مقابل چشمانشان جان میدهند. ریاست بهداشت غور تحت کنترل طالبان هم تایید میکند که آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه ناشی از فقر و گرسنگی در این استان در حال افزایش است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی این اداره، در سال جاری بیش از 700 کودک مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان استان غور بستری شدند که از این میان 22 تن جان باختند. گروه طالبان در بیش از 2.5 سال گذشته با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار کمک های بشری نتوانستند بحران بهداشتی و فقر را در افغانستان مدیریت کنند. با تداوم حاکمیت این گروه، گرسنگی، بیکاری و بیماری های گوناگون هم به شدت دوام یافته است. هفته گذشته سازمان جهانی بهداشت با نشر گزارشی از افزایش بیماری عفونت حاد تنفسی در 2 هفته پایانی ماه ژانویه در افغانستان خبر داد. در گزارش این سازمان گفته شده که در این مدت نزدیک به 84,000 مورد بیماری حاد تنفسی در افغانستان به ثبت رسیده که از این میان 383 تن جان باختند. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم با ما هم رسند. آقای اسماعیلی، سلام و عرض ادب. سلام و روزتون بخیر. بزرگ بارید. جناب آقای اسماعیلی، گزارش از افزایش سوء تغذیه کودکان در استانهای دور افتاده از جمله غور چقدر واقعی بوده و اطلاعات شما از وضعیت شرایط خانواده ها در این مناطق چگونه است؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان شما. بزرگ بارید. باید عرض شود که این موضوع و این مشکل تنها در مناطق مرکزی یا ولایت غور نیست، بلکه در سراسر افغانستان مردم افغانستان دچار همچون مشکل هستند. متاسفانه از زمان روی کار آمدن حکومت نامشروع طالبان و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، مشکلات فقر و سوی تغذیه کودکان سرسام آور بوده و این گسترش قابل توجه یافته. اگرچند در گذشته ها هم مردم افغانستان سالهای بخاطر سالها جنگ دچار همچون مشکلی بودند، مطابق گزارش رسمی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سالهای قبل نشر کرده بود و سازمانهای جهانی مخصوصا سازمان ملل و WFP، حدوداً 30 تا 35% مردم افغانستان زیر خط فقر بودند. اما متأسفانه فعلا مطابق گزارش های رسیده بالای 95% مردم افغانستان زیر خط فقر هستند و دچار سوی تغذیه و مشکلات فقر هستند. این نشان میده که مردم افغانستان فقط 5%شان توانایی خرید مایحتاج روزانه ایشان لازم را نمیتونن برای خودشان غذا پیدا بکنن. باقی مردم همه نیازمند کمک های بشری هستند و این مسئله بسیار جدی و حاد است در افغانستان. بله آقای اسماعیلی، با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی، چرا با گذشت هر روز وضعیت فقر و بهداشت در افغانستان بدتر میشه؟ خب ببینید، چند مؤلفه در اینجا هست. اولا نبود یک حکومت مشروع و حکومت پاسخگو در افغانستان. شما میدونید که بعد از سال 2021، آگست 2021، زمانی که طالبان با وجود آمدن، آنها هیچ گونه مسئولیت در قبال شهروندان احساس نمی کنند و در روز اولی که به قدرت رسیدن اینها اولا گفتند که ما در قبال رزق شما و در مقابل مشکل شما ما جوابگو نیستیم، خداوند شما را خلق کرده و خداوند هم روزی شما را میرساند. وقتی یک حکومت بیاین همچون صحبت را با مردم با شهروندانش داشته باشند، دیگه از اون حکومت چی توقعی داره؟ بنابراین کمک هایی که در افغانستان صورت میگیره، درست است که ما هفته وار بیش از 40 میلیون دلار در افغانستان سرازیر میشه، ولی اغلب این پول ها در اختیار طالبان قرار میگیرند و طالبان از آن سوء استفاده میکنن به نفع شخصی و
فامیلی و دوستان و اقارب و کسایی که با اینا در ارتباط هستند. و مسئله دیگری که خیلی مهم است این است که کمک ها بسیار ناچیز است نسبت به جمعیت افغانستان که بالاتر از 35 میلیون جمعیت در افغانستان زندگی می کنند. کمک هایی که سرازیر می شوند کمک های بسیار ناچیز هست و این کمک ها بسنده و جلوگوی نیازمندی های مردم نیستند. تنها کاری که می توانند در قسمت فقر زدایی در افغانستان صورت بگیرند این است که یک حکومت فراگیر، یک حکومت پاسخگو در افغانستان، حکومت مشروع در افغانستان به وجود بیاید، تمام جامعه جهانی آن را به رسمیت بشناسند و بتونن سرمایه گذاری در اونجا صورت بگیره و ایجاد اشتغال بشه. تا زمانی که اشتغال زایی صورت نگیرن فقر از بین نمیره. مگر شما چقدر میتوانید که برای مردم کمک توزیع بکنید؟ تنها کاری که میتواند جلوی فقر بگیره این است که ما آبهایمان را مدیریت بکنیم، زمینهای لمیزرعی که در افغانستان وجود دارند اینها را زیر آب ببریم و زراعتمان را مکانیزه بکنیم و همچنان شغل ایجاد بکنیم. تا زمانی که شغل ایجاد نشه بالاخره فقر و از بین نمیره در افغانستان. جناب آقای اسماعیلی به طور مختصر بفرمایید دوام این وضعیت و افزایش فقر و گرسنگی چه پیامدهایی در سطح داخلی و خارجی در پی خواهد داشت؟ خب در سطح داخلی مشخص است روستاها تخلیه میشن میان به شهرها با امید اینکه بتونن یک غذای پیدا بکنن یا افطار پیدا بکنن، اما متاسفانه شهرهای افغانستان بدتر از روستاها وضعیت بدتر است. شما در روستاها کرایه خانه ندارید اما در شهر وقتی زمانی که بیایید مجبور بشین کرایه خانه، پول آب، پول برق و خیلی چیزهای دیگه بتونن که در روستاها وجود ندارن شما باید پرداخت بکنید. و از طرف دیگه کاری هم نیست، شهرها ازدحام بیشتر حد میشه و مردم بعدا مجبور بشن که از شهرها مهاجرت بکنن به کشورهای همسایه و این یک بحران بسیار شدید انسانی با وجود میاد، یک بحران مهاجرت با وجود میاد که دامنگیری هم افغانستان میشه و هم جامعه جهانی و این خیلی خطرناک است و باعث فقر و فلاکت بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. بله تشکر میکنم از همراهیتون. عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم با ما همراه بودند.